چهار بعد از ظهر لندن، 7:30 شب در تهران، 8:30 در کابل. تبدیل کبیر لوت به یکی از بزرگترین میدان‌های انرژی خورشیدی جهان، دانشگاه‌های ایران در بین 100 دانشگاه برتر جهان، توریسم ایران در بین 5 کشور اول، خطوط هواپیمایی ملی و ترافیک فرودگاه تهران هم در سطوح جهانی. اینها از جمله طرح‌هایی هستند که در نشست اول پروژه ققنوس معرفی شدند. امروز از شما می‌پرسیم آیا زیادی بلند پروازانه هستند یا اینکه تا همین الان هم خیلی دیر شده و زودتر از اینها باید چنین حرکتی انجام می‌شد. درباره ققنوس خلاصه چه فکر می‌کنید؟ این هشتگ شماست. من نیکلاس هستم. راه تماس رو این پایین ببینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و البته تلفن مثل همیشه همه جا منتظر شما هستیم. در شروع برنامه در قالب یک ویدیو ببینیم اصلا ماجرا چیه، بعد میریم سراغ اصل بحث. ققنوس یک ابتکار برای توانمندسازی جامعه مدنی ایران است. ققنوس برای پاسخ به یک نیاز تاریخی که همانا نهادین سازی علم و برهان در همه تصمیم‌گیری‌های آینده کشورمان است، تشکیل شده است. مسئولیت ققنوس در این راستا سیاست گذاری نیست، پیشنهاد راهکارهای در ارتباط مسائل کشور هست، تصمیمش و انتخاب این روش‌ها با مسئولین حکومتی و دولتی آینده کشور خواهد. کسانی که در ایران هستند و در این زمینه ها کار کردند در تماس خواهیم بود، با کسانی که از ایران در اومدن و در کشورهای دیگه الان زندگی میکنن ولی در این زمینه تخصص دارن تماس خواهیم گرفت و یک برنامه کامل که شامل پروژه‌ای باشه که بتونه مشکل آب ایران رو تا حد زیادی و تا شاید به طور کلی بتونه برطرف کنه. این یک کار دست جمعیه، نمیتونیم بگیم یک نفر یا دو نفر میان یک برنامه رو میریزن. ما دور هستیم، من خودم بالشخصه 40 ساله که از ایران دورم. اینه که برای اینکه اطلاعات درست از داخل ایران بگیرم بایستی با اشخاصی که در اونجا هستن یا تماس مستقیم دارن در تماس باشم. خب پروژه‌ای برای فردای براندازی. بریم زود سر وقت خطهای تلفن و ببینیم که با کی صحبت می‌کنیم. اول از همه حسین از تهران و بعد کاوه از کرج. سلام می‌کنم به حسین. اگه صدای من می‌شنوید بفرمایید نظرتون چی است درباره این پروژه. والا این اتفاق و حرفایی که در این نشست زده شد حرف تازه‌ای نبود. صحبتایی که ما بارها و بارها از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی شنیدیم، خیلی از شعارات شبیه شعارهای آقای احمدی نژاد بود. اتفاقاتی که تحولاتی که امکان پذیر نیست، مشخصه که تحلیل درستی از وضعیت ایران ندارن. بعد تناقضات بسیار زیادی راجع به این موضوع ما می‌بینیم. در مجموع این برنامه به نظر میاد پروژه‌ای خواهد شد شکست خورده مثل بقیه پروژه‌ها. هر چقدر این پروژه‌ها رو بیشتر آدم نگاه می‌کنه، بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که جمهوری اسلامی امکان باقی موندنش بیشتره، چون واقعا نه برنامه خاصی نه تحلیل خاصی از داخل ایران. خیلی آدم‌های رو جمع کردن یه گوشه‌ای که اینها رو دانشمند خطاب کردن، فضای داخل ایران رو اینقدر دست کم گرفتن. به نظر من
خروجی خاصی نخواهد داشت. آقای حسین، شما که میگید با احمدی نژاد مقایسه کردید با زمان آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد همچین پنلی با شرکت استادای دانشگاه، شما بهش میگه آدمایی که جمع کردن، به هر حال استادای دانشگاهی هستن از کشور آمریکا، دانشگاهی مثل کلمبیا و غیره، فکر نمی‌کنید که یک وزن متفاوتی باشه و همچین حرکتی با این مقیاس، با این برد رسانه‌ای ما کمتر داشتیم در سال‌های اخیر، اگر که داشته باشیم اصلا؟ عرض بنده این بود که در مورد این شعارهایی که داده میشه، ادعایی که کردن، گفتم ما در تاریخ بشریت همچین اجلاسی نبوده، همچین برنامه‌ای نبوده. از این منظر که قرار ما اولین کشور بشیم در تولید فلان، اینقدر توریست بخوایم جذب کنیم، اول از همه اپوزیسیون باید نشون بده آیا برنامه برای گفتگو با قدرت داره. خواه ناخواه خوشمون بیاد بعد اون بیاد قدرتی به سمون رسمانی هست، شما نمیتونید اون نادیده بگیرید. برنامه این پروژه ادعا میکنه من سیاسی نیستم. بعد آقای عطا و دشتی ها من دیدم راجع به نافرمانی مدنی صحبت میکنن. آقای حسین، شما خودتون که از طرف میگید که چرا نافرمانی مدنی و بحث سیاسی، ولی از طرف دیگه میگین که باید با اپوزیسیون صحبت کنه، بالاخره سیاسی باشن یا نباشن؟ به نظر شما عرض بنده ادعای دوستان بود که گفتم ما نمیخوایم پروژمون سیاسی باشه، چندین بار تاکید کردم، اما نظر خود بنده اینه، نظر من اینه اگر اپوزیسیون بخواد نقشی داشته باشه، اول از همه باید برنامه برای گفتگو با قدرت مثل همه جای دنیا داشته باشه. این تکرار برنامه‌های نشست ما داریم می‌بینیم، بارها این نشست‌ها گذاشته شده، بار اول هم نیست، اما خروجیشون چی بوده؟ من میتونم به طور 100% بگم صفر. خود آقای رضا پهلوی هم تمام مواضعی که گرفته در این ایام متناقض بوده نسبت به این گروه یا گروه فرشگرد، به طور کامل نپذیرفته. آقای هودشتیان خیلی حرفاشون، دیگران حرفاشون رو تایید کردن یا تایید نکردن. به نظر من مشکلاتی در اول کار وجود داره و من خودم تحلیلم اینه که خروجی نخواهد داشت. شما جمهوری اسلامی نگاه کنید سال 57 افرادی که به عنوان اپوزیسیون شناخته می‌شدند واقعا آدم‌هایی بودن، حالا فارغ از این که مثبت یا منفی می‌اندیشیدند، آدم‌هایی بودن که هر کدوم وزنه‌ای بودن، آقای کیانوری، آقای صحابی، خود آقای خمینی. اما امروز ما این قدرت رو در بین اپوزیسیون نمی‌بینیم. در کنارش تحلیل درستی از ساختار ایران در این صحبت‌ها شنیده نشد. من در بحث اینکه اپوزیسیون چه قدرتی داره و شخصیتش چه وزنی دارن، که خب یه بحث مشروعی هست، اما ربطی به این سوال ما نداره، ربطی به موضوع امروز نداره، چون همونطور که اشاره کردید یک پنل علمی هست که ادعا می‌کنه حداقل تا اینجا که می‌خواد فعالیت‌های علمی بکنه. ممنونم از حسین در تهران. هرچند که بحث اپوزیسیون و چه وزنهای چه شخصیت‌های توش میتونن باشن بحث جالبی هست، می‌خوام میکروفون رو بدم به کاوه در کرج که بهش سلام می‌کنم. دوستمون حسین میگفتش که پر از تناقض بود و امثال این حرکت‌ها در گذشته هم خیلی زیاد انجام شده و ما هیچ وقت خروجی ازشون ندیدیم. آیا موافق هستید شما؟ بله، با سلام خدمت شما. سلام به شما. نه، موافق نیستم با صحبت‌های آقای حسین. آقای حسین برخلاف اینکه میگن از تهران هستن، ولی فکر کنم توی ایران زندگی نمی‌کنن و فکت‌هایی رو که در رابطه با حالا ما حرفشون رو قبول میکنیم، اگه از تهران صحبت میکنن به هر حال حق دارن که نظرشون داشته باشن. بله، شما هم نظرتون رو بفرمایید. بله، فکتایی که ایشون در مورد رژیم میگن و نظام اسلامی و این که اپوزیسیون باید بیاد بشینه با اینا صحبت کنه و اینا، خب مثل این که متوجه نیستن که مردم مدت خاص گذشتن. حالا من اصلا بحثم این نیست، من یه چیز دیگر میخوام عرض کنم که مردم ایران بسیار بسیار طالبن که به جای مثلا فرض کنید شورای نگهبان یا مجلس خبرگان یه پنلیستایی از به قول اشاره شما از در واقع استادان دانشگاه تشکیل بشه، از افرادی که سالیان سال تو تمام دنیا کار کردن و در واقع کشورهای پیشرفته رو دیدن. چطوریه که ما برای جاهایی مثلا فرض کنید کارشناس خارجی دعوت میکنیم، خب چه اشکال داره این کارشناس ها ایرانی هایی باشن که در خارج از کشور تجربه کسب کردن و میان تجربه جهان اول رو به طور نقد در کشور ما و میخوان پیاده بکنن. پس شما اعتماد دارید به اصطلاح وزنه، حالا کلام حسین رو به کار ببریم، به وزنه علمی این شخصیت ها. میخوام یک سوالی از شما بپرسم با استفاده از یک توییتی که انتخاب کردیم از کاربری به نام کاوه شیرزاد که نوشته در توییتر: ققنوس ابتذال علم است وقتی مهر یک جریان سیاسی روی آن میخورد و وقتی ابزار تبلیغات سیاسی میشود. به نظر میاد که اگر یک شخصیت سیاسی یا اکتیویست مثل شاهزاده رضا پهلوی از دانشگاه
دانشمندا استفاده نکنه، از شخصیت های آکادمیک استفاده نکنه، ممکنه متهم بشه به این که همونطور که شده که فرصت طلبه و دنبال منافع خودشه و شاید الکی حرف میزنه و حرفاش مستند نیست. و وقتی هم که یک به اصطلاح عقبه ای از دانشمندان رو با خودش همراه میکنه، اون وقت متهم میشن اون دانشمندان که علمشون رو مبتذل کردن و سیاسی کردن. یعنی هیچ راه خروجی نیست در هر دو حالت این قضیه. شما کامل بود، یعنی اگه من می‌خواستم توضیح بدم شاید به این قشنگی شما نمی‌تونستم توضیح بدم. خواهش می‌کنم. دقیقاً همینه، یعنی میگن که قبلا ایراد می‌گرفتن مثلا به شاهزاده رضا پهلوی که آقا شما برنامه‌ای نداری برای بعد از براندازی، چون براندازی دیگه مسجله، یعنی ما می‌دونیم که نظام اسلامی رفته، نظام اسلامی تو ایران اصلا دیگه جایگاهی نداره بین مردم. منتهای مراتب الان که ارائه شده هیچ اشکال نداره، ممکنه هر برنامه ارائه بشه و یه سری اشکالات داشته باشه. این در واقع بابیه، من میخوام به این اشاره کنم، این بابی میشه برای اینکه اپوزیسیون دیگه، کسای دیگه هم که در واقع میخوان خودشونو مطرح بکنن، بیان برنامه‌های خودشونو ارائه بدن و نترسن مردم نقد کنن. مردم ایران قطعا، مردم فهیم ایران به درستی میتونن این کار رو انجام بدن. هیچ کس هم، حتی خود شاهزاده نگفته که من برای آینده ایران لازم هستم. منی که طرفدار ایشون هستم هیچ وقت این از ایشون نشیدم، از شاهزاده رضا پهلوی. پس بنابراین گروه های دیگه هم بیان، این باب یه باز میشه، گفتگو باشه بین اپوزیسیون و با توجه به اینکه نظام اسلامی دیگه هیچ جایگاهی در واقع بین مردم ایران نداره. یه درصد بسیار بسیار اندکی هست که بسیار خوب موافقشن. بله، خیلی متشکرم، هم از حسین در تهران هم از کاوه در کرج. چند تا توییت براتون بخونم قبل از اینکه بریم به تلفن‌های بعدی بپردازیم. جمشید نوشته از قرار معلوم سلطنت طلب‌ها قصد دارن با چنین برنامه‌هایی که هدف تبلیغاتی دارن بین مردم محبوبیت کسب کنن، وگرنه تحصیل کردگان می‌دانن که موفقیت چنین پروژه‌هایی بدون تحقیقات میدانی و سرمایه بسیار کلان برابر با صفر است. طبیعتاً پروژه بعد از تغییر رژیم فرض بر این هست که قرار انجام بشه، بنابراین در یک محیط متفاوتی خواهد بود. صادق میگه که مطمئن باشید که فقط در حد یک خبر رسانه‌ای مدتی روش تبلیغ میشه و مثل تمام تصمیمات دیگه اپوزیسیون خارج نشین و حمایت نشدن به فراموشی سپرده میشه. و بعد از اون حامل هست، اگه درست بخونم، میگه که این پروژه که مغزهای ایرانی رو دور هم جمع کرده بسیار حائز اهمیت است برای آینده ایران ما، برای توسعه و پیشرفت در همه زمینه‌ها میتواند فعالیت کند. اما آیا با مراکز پژوهشی و دانشگاهی ایران در چارچوب این رژیم بتواند همکاری کند؟ جای سوال دارد. بریم دوباره سراغ خطهای تلفن ببینیم که با کی صحبت میکنیم. نیما رو داریم از تهران و بعد محمد امین از رشت. آقای نیما سلام میکنم به شما. این توییتی که حامد کرده بود از عبارت خارج نشین که عبارت کم و بیش تحقیرآمیز و توهین‌آمیزی هست استفاده کرده، اپوزیسیون خارج نشین، تا چه اندازه کسانی که در خارج نشستند، حالا بدون اینکه از لفظ خارج نشین استفاده کنیم، مشروعیت دارن و امکان فعالیت دارن؟ چون از یه طرف دیگه وقتی که میرن ایران حتی برای نجات چند تا یوز پلنگ به زندان میافتن، تکلیف چیه؟ سلام خدمت تمام دوستان. من میخوام این مسئله را از یه زاویه خاص دیگه ای ببینم. ببینید زمانی که آقای خمینی اومدش و انقلاب 57 شکل گرفت، وقتی بهشون گفتن چه احساسی داری، گفت هیچ. پدران ما انقدر علم و دانششون بالا بود که عکس آقای خمینی رو تو خورشید میدید، تو ماه میدیدن و بدون هیچ برنامه‌ای سالیان سال مملکت ما درگیر خرافات، عقب موندگی و پدروی بود. آقای رضا پهلوی خیلی هوشمندانه اومده از تواناترین اساتید استفاده کرده. قبل از اینکه دولت انتقالی بخواد تشکیل شه برای ایران برنامه داره. این برای تمام ملت ایران جای امیدواری داره. و کسی که با برنامه داره جلو میره اول باید بشناسه هدفشو. ایشون با برنامه ریزی که داره انجام میده میخواد درون ایران رو بشناسه، با آمار و اطلاعات و دیتاهایی که به دست میاره برنامه ریزی کامل و جامعی رو انجام بده که مملکت ما تو اون دوران انتقالی دچار کمترین ضرر باشه. و این برای من واقعا جای امیدواریه. من خودم دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، داخل کشور وارد بانک مرکزی میشدم، روی تورم، روی رشد میخواستم اطلاعات جمع کنم. اطلاعات جامعی نبود که با مرکز آماری چی باشه.
جوامع دیکتاتوری از ارائه آمار واقعی، از ارائه اطلاعات واقعی و از سانسور استقبال میکنن و باید این گروه بیاد اطلاعات جمع کنه، آمار دقیق جمع کنه. برای چی؟ برای برنامه ریزی کامل. وقتی برنامه ریزی دقیق داشتی خیلی قشنگتر به هدف میرسی. و من واقعا امیدوارم و به از این تریبون از تمام ملت ایران دعوت میکنم که به این گروه اطلاعات بدن، همکاری کنن و این یه هسته مرکزیه که اگر مردم ازش استقبال کنن، خودشونو کنار این آقایون حس کنن، به مرور زمان قدرت میگیرن. چون جمهوری اسلامی فقط با سانسور زنده است. یعنی جمهوری اسلامی با سانسور و حذف اطلاعات واقعی زنده است. خب همین سانسوری که شما اشاره کردید یک انتقاد یا حالا دغدغه‌ای که مطرح میشه اینه که چطور اینا میتونن با قدرت گفتگو کنن؟ اصلا گفتگو با جمهوری اسلامی معنی پیدا میکنه یا نه؟ همونطور که اشاره کردم چهار تا فعال محیط زیست هم که رفتن یوسف پلنگار رو نجات بدن افتادن توی زندان. با تفاصیل چطور ممکنه این کار؟ ببینین جمهوری اسلامی اگه اهل گفتگو بود که جاش به اینجا نمیکشید. جمهوری اسلامی شما الان بیاین نگاه کنین، شما شورای نگهبان اومد دو گروه رو انتخاب کرد برای ریاست جمهوری. این دو گروه 6 نفر رو، این 6 نفر شدن دو گروه. گروه اول به گروه دوم میگفت دوز، گروه دوم به گروه اول میگفت دوز. این 6 نفر 40 ساله دارن توی ریاست جمهوری میان میرن. جمهوری اسلامی از مردمش استفاده نکرده. یک خانواده، یک گروه های خاصی 40 ساله بر مردم ایران دارن حکومت میکنن با فکر بسته و مردم رو غارت میکنن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از نیما. ببخشید صحبتتون قطع میکنم، ولی فکر کنم کمتر کسی باشه که ندونه نکتتون چی بود. نکتتون رو خیلی خوب فهمیدیم. سلام میکنم به محمد امین در رشت. آقای محمد امین، شما چی فکر میکنید؟ همین هفته عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده که میگه که در ایران هر گونه فعالیت مدنی حمله بر جرم میشه. تعریف جرم به گفته عفو بین‌الملل به قدری مبهم هست و گل و گشاد هست به قول عامیانه که هر فعالیتی حتی به گفته این سازمان مثلا کمپین حذف مجازات اعدام رو میتونن حمله بر جرم کنن، محاربه کنن، دشمنی با جمهوری اسلامی کنن. در چنین شرایطی اگر یک اپوزیسیونی در خارج از کشور هست چطور میتونه تاثیرگذار باشه در داخل کشور و چطور میتونه گفتگو کنه و فعالیت کنه و تماس بگیره با کسانی که داخل کشور هستن، حالا چه مردم عادی باشن چه خود حکومت؟ عزیزان، این جمعیتی که اومده و این کار رو داره انجام میده، خب به ظاهر اومده و میگه من یه کار اقتصادی دارم میکنم و یه کار اجتماعی دارم میکنم، ولی کار کاملا سیاسیه، چون در ابتدا پشت این قضیه آقای رضا پهلوی هستش و این دوستمون که الان داشت صحبت میکرد و میگفت جمهوری اسلامی این همه فعالیت کرده در این 40 سال، قتل و نمیدونم جنایت و اینا، چه تذهنی وجود داره که حالا این گروه چه داره میاد و اینجوری نباشه و این کارها رو نکنه؟ و این پس برای اقتصاد و برای باز شدن صفحه مردم نیست، چون اگر بود پیشرفت نمیذاشت. و پیشرفتشون هم که امروز من دیدم صحبت کردن این بوده که میگفتن که ما اینو میدونیم که جمهوری اسلامی قبول نمیکنه، پس میذاریم برای بعد از براندازی. وقتی کلمه بعد از براندازی میاد یعنی که قضیه کاملا سیاسیه و این سیاسی بودن به نظر شما مشکل ایجاد میکنه؟ نه، مشکل ایجاد نمیکنه. میگم اگر اون دوستان هدفشون دلسوزی برای مردم ایرانه، خب بیان بیان بکنن با خود همین دوستان جمهوری اسلامی بیان بکنن ببینن که آیا شاید بپذیرن. اما وقتی شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی بپذیره ابتکاری که شخص اولی که پشتش بوده شاهزاده رضا پهلوی باشه؟ خب فکر میکنید مسئله همینه. آیا این گذشت از طرف آقای پهلوی وجود داره که بخوان این پیشرفتو بذارن که من نباشم ولی این پیشنهادها برای ساخت ایران بهتر باشد؟ آیا اینو گذاشتن؟ مطمئنا نه، اینجوری نبوده و نیست. و اگر باشه و اگر می بود اون وقت خب خیلی بهتر بود به نظر من، خیلی جهان شمولتر میشه و ما بیشتر میپذیرفتیمش. خب میخوام نظر یکی از کاربران دیگه توییتر رو برای شما بخونم، شاید بتونیم بحث رو بیشتر باز کنیم. شادی میگه برای اینکه ایران بتواند در بازه زمانی کوتاه مشکلاتش را پشت سر بگذارد، حضور دانشمندان وطن دوست مهم و تاثیرگذار است. ققنوس میتواند ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کند. چی فکر میکنید شما؟
من کاملا با پیشنهادات اینها در مورد قضیه کبیر لوتینا موافقم، ولی میگم آیا واقعا ما بایستی بیان که بگیم که این رژیم عوض بشه بعد بیان این فعالیت رو انجام بدن؟ تمام این بزرگان و دانشمندایی که توی این قضیه هستن خب خیلی آدمای محترم و به شدت در علمی در جهان مطرح هستن، آیا نمیشه همین کار رو برای همین مردمی انجام داد با اصلاح؟ یعنی شما معتقدید که در چارچوب حکومت کنونی ممکن هست که دانشمندان بیان و مشکل بیابی ایران رو، مشکل ریزگرد ها رو، مشکل گرانی رو حل کنن؟ به شدت مردم ما در مضیقه هستن در ایران، به شدت ما در گرانی داریم واقعا قوطه‌ور میشیم، به خاطر همون داریم عذاب میبینیم. آیا خب اگر واقعا دلسوزی برای من ایرانی، برای هموطن خودت میخوای انجام بدی، فکر نمیکنم یه پیش شرط گذاشتن این که حتما باید شما اگه جای ایشون بودی، جای شاهزاده رضا پهلوی بودید، الان چه کار میکردید؟ بدون اینکه رژیم رو عوض کنید چطور میتونستید که دغدغه‌هایی که بهشون اشاره کردید رو احیانا تا حدی حل کنید؟ ببینید من خیلی صحبت‌های آقای پهلوی رو دنبال می‌کنم، ایشون خیلی به ظاهرم همه جا برمیگردن میگن من به دنبال این نیستم که حتما بخواد سلطنت بشه و این داستانا. ولی صحبت اینه که خب الان با عنوان پسر شاه قبلی ایران هستش، با اون که در این سال‌ها فقط در حد این بوده که چهار تا همایش رو مثلا خوشبختانه نه تروری بوده نه چیزی بوده، ولی با اون حال خب مطمئناً جمهوری اسلامی قبول نمی‌کنه که پشت یک برنامه‌ای که ایشون هست باشد. اما من میگم خود برنامه مهمه، ما باید به این فکر بکنیم، نه اینکه آدم هایی که پشت این قضیه هستن. یعنی اگر واقعا برنامه به این خوبی برای در آوردن ایران از این مشکل اقتصادی بخواد کمک کننده باشه، این رو براش راه حلی پیدا بکنه. بسیار خوب، متشکرم هم از نیما در تهران هم از محمد امین در رشت. سوال واقعا اینه که برنامه اگه خوبه، کسی که پشتش هست تا چه اندازه مقبول جمهوری اسلامی واقع میشه؟ صحبت زیاد، سحر روی اینستا میگه طرح بسیار خلاقانه و خردمندانه، ولی تا زمانی که مله ها دارن میتازن هیچ اتفاقی جهت پیشرفت در این مملکت حاصل نمیشه. مهناز در فیسبوک میگه این پروژه یک توهمه، در ایران در خاورمیانه که مردم مطالعه نمی کنند این پروژه ها در حد یک آرزو و خیال میماند. و کوین نوشته ایرانی ها بعد از 40 سال چه کسی رو قبول دارن که از این بدبختی بیان بیرون؟ هنوز مشخص نیست، هر کسی یه سازی میزنه، خب تکلیف چیه؟ دوباره میریم سر وقت خط تلفن ببینیم که این بار با کی میخوایم صحبت کنیم. شهره در آبادان و بعد از او حمید در لس آنجلس. خانم شهره، شاهزاده رضا پهلوی سال هاست که میگه حکومت باید عوض بشه، هیچ وقت فکر نمی‌کنم که دایه اصلاح طلبی داشته در چارچوب جمهوری اسلامی، و وقتی که میگفت که حکومت عوض شه، حالا به هر ترتیبی، یا من باشم یا من نباشم، همه پرسی باشه، مجلس مؤسسان باشه، همه بهش میگفتن که خب این ایران بعد از جمهوری اسلامی چه شکلی خواهد داشت. حالا یک پنلی اومده و میگه این ایران بعد از جمهوری اسلامی باید این شکلی باشه، در توریسم، در حمل و نقل، در دانشگاه و در غیره، حتی سینما و ورزش رو اشاره کردن. خب مشکل اینجا چیه؟ اگر که این پنل رو ارائه نکنن میگن که خب شما فقط داری سیاسی کاری میکنی، و وقتی هم که پنل ارائه میشه، برنامه ارائه میشه، بهش میگن که خب تو که هنوز قدرتی نداری، اصلا میخوای چطور به اینجا برسی؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر خیلی کلی بخوام بگم، فکر میکنم که هر گرد همایی دانشمندان، مثل اینکه شهره رو موقتا از دست دادیم تا سعی کنیم دوباره بگیریمش، من همین سوال رو اجرا میدم به حمید در لس آنجلس. امیدوارم که شنیده باشید، سلام به شما، بفرمایید. من شنیدم، عرض کنم خدمت شما، شما اسم این چیزی که مطرح شده رو گذاشتین برنامه، در صورت که این هیچ برنامه‌ای فعلا نیست، یه سری تعریف اهداف. برای رسیدن به این اهداف اون وقت باید برنامه بشه. عرض کنم خدمت شما که این برنامه ای که حالا شما اسمشو گذاشتین، اگر فرض کنیم که برنامه است، گفتن طرحهایی که برای اجرا ارائه میدهیم، به گفته آقای اللهیار کنگرلو که مدیر اجرایی پروژه است. معذرت خواهم، این طرح نیست، این اهدافی که تعریف شده که ما تعبیر لوتو تبدیل کنیم بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان، یکی از بزرگترین، بعد ایران رو برسه 5 روز، اینا طرح دراز مدت و بلند پروازان است. مثل طرحیه که مثلا جمهوری اسلامی داره میگه 1400 ما این کار رو میکنیم، 1440 ما این کار رو میکنیم. نکته دوم این مسئله اینه که داره برای رژیمی که هنوز سر کار نیومده پلان میکنه و تازه ادعا میکنه که اون رژیم میتونه این پلان رو بپذیره، میتونه این پلان رو نپذیره. خب شما شاید سوال من نشدید آقای حمید، منم همینو گفتم، گفتم وقتی که میگفتن رژیم رو سرنگون کنیم، میگفتن که در انتقاد به اینا میگفتن که خب بعدش چیکار میخواید بکنید، بعدش کشور چه شکلی میشه؟ حالا که میگن کشور این شکلی قراره باشه، شما میگید که پس چرا داریم برای رژیمی که هنوز سرنگون نکردید برای آیندهش برنامه میدیم؟ بالاخره بعد چیکار کنن؟ یه خورده قضیه مرغ و تخم مرغ شده انگار. نه قضیه مرغ و تخم مرغ نیست. ببینید مسئله اینه که اگر یه تینک تنکی تشکیل، اتاق فکری تشکیل شده، مشکلات ایران رو میخواد حل بکنه،
از همین جا باید شروع بکنه. یعنی امروز ما برای امروزی که ایران هست پلان باید بدیم، بگیم آقا مشکل کم آبی ایران یه بخشش مربوط به تغییرات اقلیمیه، یه بخشش به مربوط به ناکارآمدی دولته، یه بخشش مربوط به روش استفاده مردم از آبه. مثال خیلی ساده. ولی اینی که ما بشینیم بگیم آقا 50 سال دیگه، 10 سال دیگه یا 10 ماه دیگه این رژیم که عوض شد، حالا می‌خوایم بکنیم مثلا مسئله آب رو، اینجور که آقای نامدار و آقای یزدی گفتن 100% مسئله آب رو حل بکنیم، خب معلومه که یه مسئله بلند پروازانه غیر قابل اجراست. چون مسئله آب فقط در اختیار ما نیست، ما الان درگیریم با افغانستان سد کجکی رو اجرا کرده، میگه نمیذارم آب هیرمندیا تو ایران. حالا شما وقتی می‌خواید رژیم رو عوض بکنید، نمیتونید که مسئله 100% آب رو حل کنید بدون در نظر گرفتن مشکلات، نمیتونید تغییرات اقلیمی رو فراموش بکنید، که نمیتونید روش مصرف مردم. بسیار خوب، مرسی از حمید در لس آنجلس. شهره در آبادان رو دوباره داریم. خانم شهره، شما چی فکر میکنید؟ امیدوارم که بخشی از صحبت‌های حمید رو شنیده باشید. خب مثل اینکه از اون روزاست. اجازه بدین تا که خطای تلفن دوباره برقرار کنیم بریم ببینیم که در شبکه‌های مختلف اجتماعی چی برامون نوشتی. سیاوش در اینستا میگه فرق یک تفکر و دیدگاه ملی میهنی با یک حکومت دینی در اینجا کاملا مشخص. سیمین میگه بسیار فکر خوبیه، جمهوری اسلامی که از این ارزها نداره و جز به کشتن دادن جوانان و دزدیدن مال مردم کاری نکرده. و پوریا میگه میشه بپرسم شغل آقای خامنه‌ای چی بوده قبل از انقلاب که حالا شده رهبر مملکت برای 80 میلیون تصمیم میگیره؟ این پاسخ به اون انتقادهایی هست که میگن خب شاهزاده پهلوی تا اینجا چیکار کرده و شغلش چی بوده. دو تا خط تلفن داریم، الیکا از تهران و بعد بهمن از لیون. خانم الیکا اگه صدای من رو میشنوید، میشه از اپوزیسیون انتظار داشت که بدون اینکه قدرت رو به دست بگیره در جهت حل مشکلات کشور اقدام کنه، اون هم وقتی که حاکمیت در دست جمهوری اسلامی است که طبیعتاً آخرین ولیعهد پهلوی رو بعید می‌دونن بهش اجازه فعالیتی بده؟ سلام، اصلا نمیشه این انتظار داشت. به هر حال هر کسی بخواد برای، اگر اپوزیسیون بخواد برای اصلاح اینجا یه برنامه‌ای رو ارائه بده یا طرحی رو اصلا بخوان ارائه بدن، باید بعد از تغییر رژیم باشه. اما موضوع اینجاست که توی طرح آقای شاهزاده رضا پهلوی هم هیچ بحثی از اینکه چطور تغییر رژیم صورت میگیره وجود نداره. برای یک آینده نامعلوم ایشون اومدن طرح دادن. موضوع اینه که اصلا مشخص نیستش که کی قراره به اونجا برسیم، چطور قراره به اونجا برسیم که بعد اون برنامه رو بخوایم اجرا بکنیم. بسیار خوب، مرسی از الیکا. ببخشید که زود صحبتمون قطع میکنم چون وقتمون کمه. سلام میکنم به بهمن در لیون، شما هم نظرتون رو بفرمایید کوتاه که آخرین شرکت کننده امروز هستید. مرسی. بله خواهش میکنم. من نظرم اینه که ایشون یک دلربایی تبلیغاتی انجام داده با این مضمون که آدمایی رو جمع کرده برای اینکه برنامه‌ای در باره محیط زیست آینده ایران پیش بینی کنن و البته در دیگر امور. حال اینکه همین امروز شما پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس به کویر و احداث 3 دریاچه بزرگ توی کویر رو دارید، همین امروز پروژه نیروگاه خورشیدی توی کویر وجود داره و دارن روش کار میکنن. مشکل اصلی ایران مشکل تکنوکرات و تکنیکی نیست، اون چیزی که من فکر میکنم، به خاطر اینکه شما میدونید انقلاب 57 هم روی دوش تکنوکرات‌های اسلامی اومد و نسل اول این انقلابیون همشون تکنوکرات‌هایی بودن که از دانشکده‌های فنی آمده بودن. مشکل ما مشکل سیاسیه، مشکل ما مشکل بازتوزیع ثروت و عدالت هست در این جامعه و این چیزی است که آقای پهلوی در مورد اون آمدانه نمیخواد حرف بزنه. یه موضوع. موضوع دوم، آقای پهلوی با این کار میخواد یک برنامه تبلیغاتی انجام بده و بسیار خب، برنامه تبلیغاتی رو که گفتید انصافا چون وقتمون تموم شده مجموع هفتون رو قطع کنم. خیلی ممنونم. البته در موارد مختلفی آقای شاهزاده پهلوی درباره مسائل سیاسی هم حرف زده. این بحث علمی بود. به هر حال متشکرم از همه شما، میدونم که بحث داغی بود، خیلیاتون پشت خط موندیم، ببخشید که فرصت بهتون نرسید. میتونید این بحث رو روی توییتر ما @bbcshoma یا پلتفرم‌های دیگه ما دنبال کنید. تا برنامه بعدی مواظب خودتون باشین.